فیلم های آقای دهنمکی علارغم ایرادات و مشکلاتی که از نظر شما میتونه داشته باشه اکران میشه. چرا؟ 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 در مورد فیلم های آقای دهنمکی نمیدونم منظورتون چه فیلمی هست. یکی از فیلم هایی که معروف ایشون اخراجی ها بود که بالاخره به عنوان دفاع مقدس هست، البته آمیخته با طنز هست. لذا ایشون فیلم هایی که ساخته جزو پربیننده ترین فیلم های سینمایی بوده، رکورد تماشاگر رو در مواردی زده و خب این معناش نیست که اگر حالا بنده یا کس دیگه انتقادی داشت، ایرادی داشت، بگیم که این فیلم پخش نشه. بله اگر بخواد مثلا دفاع مقدس ما رو زیر سوال ببره، اونجا باید تأمل کرد. با سلام و خیر مقدم، درباره فیلم قبیح اخیر آقای جیرانی لطفاً توضیح دهید با توجه به حواشی که پیش اومده و اینکه آیا فیلم نامه این فیلم از شما مجوز گرفته شده، چه برسه به اجازه اکران آن؟ ما در بحث فعالیت‌های فرهنگی و هنری اینطور نیست که همیشه خود ما تولید کننده باشیم. نه، این همه کتاب در کشور نوشته میشه، مثلا 69,000 عنوان کتاب ما سال گذشته داشتیم که ما مجوز میدیم، افراد میان بالاخره یه بررسی میشه بعد مجوز میدیم. معناش نیست که ما تولید کننده و یا نویسنده این کتاب باشیم. این همه نویسنده، مترجم، شاعر در کشور داریم، اونا کار خودشون میکنن. ما خب یک ضوابطی داریم که اینا هم مصوبه شورای انقلاب فرهنگی است، بر اساس اون مصوبه ما عمل میکنیم. در بحث فیلم هم همینه. راجع به تفکیک جنسی در دانشگاه ها چیه؟ انشالله از وزیر علوم یا معاونین این وزارتخونه سوال کنید که اونها به هر حال واقعی تر هست براشون و پاسخ بدن.